درود، من پدرام میتو هستم و من ساگل هستم و خوش اومدید به کانال مادویار تی وی. اومدیم با گپ میشه دیگه، اولین گپ میشه این کانال فکر کنم و بعد گپ میشه ما حالت پادکست سوری نداره. چرا داره؟ داره، ما خودمون نمیدونستیم. من میدونستم، واسه همین براش آهنگ ساختم. من چرا اسمش فکر کردم؟ خود خری، نه اینکه مثل خری، اصلا مستری معنی مستری میده. خر بودن توی چون فکرها رو من کردم، اعمال کردم. با من هم نشسته با بریم. پدرامی تو کچل. آره واقعا پدرام نبود اصلا کانال مفت نمیاد. همینطور اگه تو نبودی نمیشه. اوه چقدر حالا بیاییم بذار واسه هم دیگه شامپاین وا کنیم، اینقدر نوشابه وا نکنیم. برنامه گپ نوشه ما به این صورتی که ما گپ میزنیم مینوشیم. حالا اکثریت میه، بعضی وقتا حالا نبود آب میوه، ولی گپ زدن و نوشیدن توش هست. بریم صداشو داشته باشیم. این فکر کنم باید اینجوری کثافت کاری نکنم. نه تکونش نده، خب تکونش ندید باز نمیشه. میشه بچه، این خیلی باحاله، توش اکلیل داره. یه ASMR بریم سوگر، یه ASMR بیا بریم. ما تو یه دونه از ویدیوهای ریاکشنمون گفتیم راجب سحر و جادو و باطل کردن جادو و مدیتیشن چیه، یوگا چیه، راجب این چیزها صحبت کردیم. بچه ها خیلی مشتاق شده بودن که راجب اینا صحبت کنید. گفتیم بیاییم یه گپ نوش بزنیم، گپ بزنیم، می بنوشیم راجب مدیتیشن، یوگا، ارتقای ذهن، روح، بدن، یه خود رو حرف بزنیم. بریم گپ نوش، گپ بزن و می بنوش، گپ نوش، گپ بزن و هی بنوش، گپ نوش، گپ بزن و هی می، گپ بزن و هی می، گپ بزن و می بنوش، گپ نوش. برو ببینم چی کار میکنی، بحث و گرمش کن. شامپاین بدون الکل. آره میخوایم بگیم. آها، نکته ای که راجع به مدیتیشن باید صحبت کرد، در رو دراگ مدیت نمیشه کرد. یه سری میگن آره علف بزنی حاجی بریم مدیت کنی، نمیدونم فلان چیزو استفاده کنی بریم مدیت. نه، برای مدیت کردن اولین چیزی که نیاز داره تو حتی سیگار نکشی. یعنی اون روز سیگار، اگه بدنت سیگاری باشه تاثیرش نمیگیم نیست، یعنی نمیخوایم نهیش کنیم که نباید انجام بشه. تو هر شرایطی خوبه، ولی بهترین شرایطش لخت مادرزاد بودنه. میدونستی؟ نه. تاریخچه مدیتیشن برمیگرده به شخصی به اسم بودا، که این آدم امپراتور به دنیا اومد، یعنی فرزند یک امپراتور بزرگ، یا آدم خیلی کتوگلفت ثروتمند مولتی مایه ای که هر کسی آرزو داشت بچه اون شخص بود. به دنیا میاد و اصلا اونجا رو میبوسه، میذاره کنار، میره تو طبیعت و فقر، نه اینکه فقر، حالا ثروتمند بود اتفاقا، ولی میره از اون، میگم از اون ثروت هیچ استفاده ای نکرد تا یه سنی. البته به سنی رسید که چش واکر فهمید بد و خوب چیه، رفت اصلا من برم بمونم امپراتور بشم کوسشر. چرا؟ خدا بهت رو کرده بچه امپراتوری. ببین از کجا به وجود اومده منبع، پس یک منبع ثروتمند بوده که ثروت دنیایی رو چش وا کرده دیده، پس نمیشه ردش کرد بگیم چیزی چرت و پرتیه. چون یه سری میگن نه بابا چی مدیتیشن کنی و از چی به خدا و فلان، اونایی پولو بچست، دنیاوی خیلی مهمه. یعنی هر چیزی که فیزیکال باشه رو قبول دارن، اصلا هیچ آگاهی نسبت به ارتعاش، پرتویی که تو تولید میکنی، اون ارتعاشی که تولید میکنه، چه لحاظ زبان، چه لحاظ بادی لنگویج، نمونش یوگا داشتی میرفتی ها. پس از بودا بود، خواستم بگم که اینجوری بود، یه شخصی بود میره واسه خودش توی طبیعت و این بر میگرده میگه آقا این کارا رو بکنیم خفنه. آره دیگه، ببین الان این داستان داریم میگیم، حالا چه دنبال معنویت هستین چه نیستین، یعنی حتی اگه دنبال این معنویت هم نیستین، اگه بهش برسین، یعنی دنبال اینم برین، میتونین توی مسائل دنیوی هم بهره بهتر آفرین به یه چیزایی، یعنی براتون باز میشه که آقا چیزای خوبی هم جذب میکنید، هم
ببینید یه سر چیزا رو بهتون نشون میده که مثلا آقا تو این کار بری خوب نیست، بعد بری تو این کار و میری مثلا یا میری مایدار میشی. آفرین. اون لیدت میکنه، یعنی شانس تو یه جوری میچینه که حتی برای ورود به اون واقعه اذیت میشه. آخرش بعد شانسی، ولی میبینی خوب شد. و وقتی که مثلا این داستان برد باز میشه، خب مثلا خیلی ها اینجوری هم به این هوا وارد این داستان ها میشن که چشم سومشون رو باز کنن که به مایه اینا برسن، ولی وقتی میرسن اصلا میبینن ولش کن، پول چیه، پول مادیات، مادیات چیه، میبینن که نه اون واقعا خیلی لذت بالاتری داره، یعنی احساس خوشبختی هست. چون میبینی تو مایه دارم میشین مثلا اینجوری، تو ماشین میخری وقتی که وضع مالیتی داره بهتر میشه مثلا فکر میکنی دیگه خوشبخت میشی، ولی میبینی که باز توهی، بعد یه هفته میبینی عادی شده واسه همون زندگی، بعد میری میدوی میدوی یه خونه بخری، خونه میخری دوراد خوشحال میشی. یا نه اینکه آدم خوشحال نشه، خوشحال میشه، ولی میبینی بعد یه تایم میبینین اصلا نسبت به اون دریافت مثلا همون خونه رویاها دیگه خوشحال نیستی، در صورتی که یک ماه اول دو ماه اول با خونه چقدر قشنگه، یا حالا ماشینم، یا حالا اون دارایی دنیاییم چقدر حال، بعد میبینی دیگه بهش فکر نمیکنی و دوباره حالت بده، یه چیز دیگه میخوای. اون تمام انسان دیگه، اون تمام اون نقطه تاریکی درون دیگه که مدیتیشن و یوگا و حالا توجه به اون چیزی که خیلی از آتئیستا باهاش مشکل دارن، میگیم متافیزیک، میگن حالا روح، حالا اون داستان، میتونه از توهی بودن تو رو نجات بده و پولدارت هم بکنه. در واقع اون پولدارت میکنه. خب سوال هسته بچه فکر کنم اینجا که آقا اصلا مدیت چیه، چی کار باید بکنیم؟ در این جواب بگم که به نظر من حالا من خودم اینجوری نیستم که هر روز یه ساعت مدیت کنم، ولی مهمترین کاری که هر انسان توی زندگیش باید انجام بده به نظر من مدیته. دلیلش هم اینه که خب ما فقط یه کالبد مغزمون یا کالبد ذهنمون فقط نیست، ما چندین کالبد داریم که روح، ذهن، تو باز بهتر میدونی، جسم، روان، کالبد روان تو اگه آسیب ببینه دیگران رو خیلی اذیت میکنه. ما چندین کالبد داریم و اینا همش لایه لایه است و این آگاهی که توی این مثلا این زندگی توی مثلا ذهنمون به وجود آوردیم، یه سری آگاهی‌ها تو این ذهن هست، ما چجوری میتونیم اینو سیوش کنیم؟ با مدیتیشن. یعنی ما این اطلاعات و این آگاهی که توی این زندگی به وسیله جسممون به دست آوردیم، به ذهنمون، به روحمون و همینجوری میره بالاتر و با مدیتیشن میتونیم این آگاهی‌ها رو سیوش کنیم. که حالا باز این چیزی که میگیم یه سری‌ها قبول ندارم، مثلا اونایی که به رینکارنیشن یا تناسخ اگر اعتقاد داشته باشن که دوباره توی کالبد میاد انسان برمیگرده، این همون چیزیه که اونجا به کارمون میاد. یعنی ما با مدیتیشن کردن، درسته که الان توی وضعیتی هستیم که دوست نداریم اون وضعیت رو، حالا یا دوستش داریم، یا به اصطلاحی بهش میگن اجبار، جبره که فرزند این خانواده باشیم که بابا ننه خیلی رو مخن مثلا، ولی تو میتونی با مدیتیشن کردن این اطلاعاتی که بالاخره یه تجربه است دیگه، داری یه تجربه یا تو اون فلاکت کسب میکنی، اون تجربه ها رو کسب کنی، سیو کنی، به جهان هستی ارائه بدی، یعنی سیوش کنی یه جا، یه کدی میشه واسه کالبد بعدی، میره اونو استفاده میکنه. واسه همینه بعضی ها میبینی به دنیا میان اصلا به طور مادرزاد یه چیز خفن‌تری هستن، دقیقا به خاطر اینکه خیلی سیف کردن، اندوخته زیاد داشتن. حالا به نظر تو، خب این سوال از بچه ها میپرسن، آیا به نظر شما روح وجود داره یا نداره؟ به نظر من تعداد آدمای کمی هستن که روح ها این کار میکنن، یعنی نه ما انسان ها روح نداریم. چون اصلا وقتی به مغز خودت فکر میکنی به نظرم خیلی بالاتر از یک آگاهی فرای این آگاهی که ما داریم هست، یعنی میدونیم که آقا یه چیزایی هست که من هر چقدر فکر میکنم نمیتونم کشفش کنم. مثلا چی؟ رویا دیدن تو خواب. دقیقاً دنیای خواب. و شما اگر بخوایم مثال بزنیم با دنیای بیداری که الان من خیلی ها معتقدم، خیلی از فیلسوفا، که ما همچنان خوابیم، فکر میکنیم که الان هم بیداریم، در واقع الان داریم تو خواب یک چیزی رو بازی میکنیم. همونطور که شما تو خواب میبینی سوار یه اسب پرندهی که داری روی ابرا پرواز میکنی با دوستات، یه همچین رویاهایی نمیدونم دید، من که دیدم اصلا یه چیزای عجیب غریب دیدم، داشتیم با دوستامون روی اسب پرنده با دوستامون تو هوا پرواز میکردیم، یهو آسمون مثلا تبدیل میشد، یهو پاریس میشد، مثلا تعجب نمیکردیم. خوابای تو خیلی خوب، مثلا خوابای من مثلا شرک میاد. حالا من زیاد خواب نمیبینم، ولی اون تعداد خوابی که دیدم یادم هست، قشنگ اون، یعنی اون ابرا میخورد به صورتم و هنوز دارم حس میکنم، موزیکی که
پخش میشد یا مثلا با بچه‌ها رفتیم تو پاریس چه شکلی شد، هم اون رویاها رو الان هستم، میتونم با جزئیات اون غذایی که خوردم مزهش تو زبونم هست. میخوام بهتون بگم همونطور که تو خواب اون کارهایی که داشتم میکردم منطقی بود واسم، اون لحظه تو رویا بودم داشتم حال، یعنی تعجب نمی‌کردم که داشتم حالش رو می‌بردم، یعنی انگار یه چیز روتین همیشه بود، نه ترسی بود نه چیزی، داشتم حال می‌کردم، اوکی بود، نه متعجب بودم نه هراس‌آلود، یعنی چیز غریبی نبود، اینو میخوام بهت بگم، غریب نبود، آشنا بود اونجا. همونطور که اون اتفاقاتی که تو رویا میافتاد غیر منطقی نبود اونجا، الان هم اتفاقاتی که داره میفته غیر منطقی نیست، یعنی من الان اینو خوردم مزهش حس کردم لمس کردم اینو گذاشتم نرفت رو هوا، خب این غیر منطقی نیست، ولی ممکنه همین کاری که الان داریم میکنیم تو یک لول بالاتر از ما باز داریم یک رویای یک لول بالاتر از خودمونی ما، نه اینکه ما برده یک کسی دیگه باشیم. ببین تو اون رویایی که من داشتم میدیدم اونجا من بالاتر از اون بودم، یعنی چطور بهت بگم، یعنی من آگاه دو دنیا بودم، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا. یعنی هر... دنیا رو یادت میومد؟ میدونستی که یعنی خوابه؟ نه نمیدونستم اون موقع خوابه، ولی الان که میدونم اون خواب بود، منم میگم الان این کارهایی که داریم میکنیم، همونجا نمیدونستم که یکی داره منو خواب میبینه، من در واقع من اون رویا رو داشتم خواب میدیدم، من داشتم میدیدم دیگه. نه خب چون یه چیزی اصلا تو نمیفهمی که تو خواب نمیبینی، این جسمت مثلا به قول تو شاید اصلا همین نباشه. آره این خیلی داستانه اصلا میری توش رد میدی دیگه باشه بریم. خلاصه این فیلسوف میگه که آقا چیزایی که ما الان توی دنیا به طور بدیهی میگیم، آقا باورهایی که بهش داریم و همه بهش باور دارن، خب بدیهیه که آقا مثلا چه میدونم اجسام همه به سمت زمین کشیده بشن به خاطر جاذبه، اینو هممون قبول داریم، باور هممون باور دارن خب، ولی یک نگاه دیگه داریم که میگه چرا به چیزایی که باور داشته باشیم که برای همه بدیهیه، شاید میتونیم میشه به چیزای غیر منطقی هم فکر کرد، مثلا اون که من گفتم پرواز کنی، پرواز کنی، من میخوام همین رو بگم، نکرده چون مثلا شاید هنوز هیچ کس ندیده، هیچ کس، مثلا تو شاید اولین نفر باشی. درست میگی، اینم هست که بوده دیگه، داشتیم مثلا هواپیما که فکرشو میکرد یه روز مثلا. خب بریم بحث دور نشیم، بریم توی مدیتیشن. اصول مدیتیشن رو من بگم یا تو میگی؟ بگو. من قسمت های سکسیشو میگم، تو قسمت های فیزیکالشو بگو. ببین جدی میگم، صلاح مدیتیشن اینه که لخت انجام شه، یعنی شما تو خونه لختی، یه جایی میتونی لخت باشی، لخت لخت، یعنی تمام اینا رو من بخوام مدیتیشن کنم، گوشوارهامو در میارم، این هدبندو در میارم، انگشترامو در میارم، لخت مادرزاد میشینم، چون راحتم، میدونم کسی ورود نمیزنه به اون فضای من، همه میدونن دور و بریم که پدرو میخواد مدیتیشن کنه، مزاحمش نشیم یا راحت باشه. آره. ولی خب میبینی شرایط رو نداری که تو مثلا لخت بشینی، توی خانواده شلوغ هستی نمیتونی لخت مدیتیشن کنی، تو هموم بشین کف هموم، دوشو واکن رو سرت موقع هموم، بجن که همش بری تو هموم خود ارضایی بکنی، یه بار برو خود ارضایی نکن و مدیتیشن کن، یک بار، نمیگم برای همیشه، فقط یک بار، جدی میگم یک بار برو همون مدیتیشن کن و جغ نزن، شاید یه خورده لخت دارم میگم، من نمیشیم که نه این دور حرف بدی نزدم، یه کار بدوم نکردم، خب خدا رو شکر این بند نمیشه، جغ نزن اونجا، مدیتیشن کن، آب بیا خودتو بشور، مدیتیشن کن، این کاری که من میگم انجام بده. پس شرایط لخت بودن بهتره. اگه خود بودایی‌ها رو نگاه کنی، کسایی که مدیتیشن میکنن، خود بودا اومده، یک پارچه یه تیکه رو سوگل دور خودشون میپیچن، به چه دلیل؟ که لباس گره نداشته باشه، لباس کمترین گره و تماس و درگیری رو داشته باشه، یعنی ببین الیاف یک پارچه وقتی که دوخته میشن همه در یک راستا دور هم توی یک الگوریتم آزاد میرن و اینجوری نیستش که یه جا به هم برخورد بکنن. آره. جهت الیاف ها میدونی چی میگن، واسه همین نمیگن ترجیحاً بدون یه تیکه باشه، دوخت و گره و نمیدونم این چیزاش کم باشه. اگر باز نتونستید یه همچین پارچه درست کنی، چون خود اصلا پوشیدن اون پارچه بدبختی داره، ده جهت باید ردش کنی، خارش بره، نیفته بیرون، آه چیزی، آره تو این شرایط نیفته، بعد یه جوری باید طراحی باشی میخوای برینی، حالا اینا رو چجوری باکن، من بلد نیستم. آره.
ولی لباس آزاد بپوشید، کمترین دوخت رو داشته باشه، کمترین طرحو داشته باشه، انگشتم انگشت هر چمه چی رو بذارید کنار، به لختی نزدیک بشید. هر چقدر میتونید به لختی نزدیک بشید بشید. چیکارا رو باید بکنیم؟ کاراشو تو بگو چیکار کنن. خب یه چیزی بگم، اگه تازه میخواین شروع کنید، یکی از مشکلی که بچه‌ها مدیتیشن رو شروع نمیکنن و دلایلشون هم منطقی هست و اینه که میگن ما نمیتونیم که نه یه جا بشینیم هیچ کاری نکنیم و نمیتونیم صدایی تو سرمون رو خاموش کنیم. مثلا خیلی آره خیلی زیاد فکر میکنن و نمیتونن تمرکز کنن. چیزی که از وقتی میخوایم مدیتیشن رو شروع کنیم، یه سری موزیکایی هست که حالا من واسهتون میذارم توی کانال تلگرام. یه سری موزیکا هست که آقا شما رو بهتون جهت میده وقتی دارین شروع میکنه، چون مسلمه میدونی مثلا این میمونه که الان من به تو بگم پاشو یه کاری بکن، خب این آزادی رو به تو میدم که تو هر کاری میتونی بکنی، ولی بدتر قفل میشی، نمیدونی چی کار باید بکنی. و بدتر هیچ کاری نمیکنی. مثلا الان اگه اینو میخوری، وقتی من به تو اینو میگم تو این کارام دیگه نمیکنی. درسته. خب واسه همین یه سری موزیکای خیلی لایت، اصلا موزیکای مدیتیشن هست، توی فرکانس 432 باید باشه. آره. که ما یه گپتونش راجع به 432 آپلود میکنیم به زودی. میرید تو همون موزیکه، فقط برید تو اون فضای موسیقی، خیلی همجوری چارزان میشینید. حالا یه چیز یه بالش یکی بذارید زیر باستون بهتره، که یه خورده باستون بیاد بالاتر از پاهاتون، بالاتر از زانو. هر چقدر زانو همتراز با لگن باشه اتفاق آره. بهتری میفته. اینجوری میشینید شق و رق. آره. شق. که خود دست هم کلی حالتهای مختلف داره که میاد. راحت ترینش اینه که میتونید کف دستتون همین رو به آسایم باشه، یا یعنی اینکه این دوتا انگشتتون رو اینجوری. باورت میشه من چند باری این کارو کردم، ولی اونقدی که این بهم حال میده حال نکردم. این بهترین حالته برای به نظر من. حالتهای دستم خودش کلی تاثیر میذاره، تو باید ببینی که آقا کدومشو میخوای. حالا اون راجع مثل چیز میمونه، مثل ادویه میمونه، مثلا اینو بگیری روی قسمت روان. آره. ذهنی مثلا فلان چیزت. آره. خلاقیت، نمیدونم شوق به زندگی، این روی هر کدومو بگیری یک اتفاقی. آره. درونت متفاوتی میفته، ولی کلا خوبه. آره. چشمتون رو میبندین یه جای آروم، یه جایی که در سکوت باشه، و تمرکزتون روی اون موسیقی و روی نفس کشیدنتون میذارین. نفسای عمیق. یه روشی هم هستش که چند ثانیه نگه میداری، 3 ثانیه نفس میکشی، 6 ثانیه نگه میداری نفستو، بعد 9 ثانیه خارج میکنی. اصلا همین الان این کار رو انجام ببینی، چقدر بدنت آروم میشه، چقدر لذت بخش این کار. آره. اصلا خب، این کارو میکنی که حالا... استرس هم که کلن خب، میره. تکمیلی این 3-6-9 من یه نطقی بکنم. ببین خیلی جاها من 4-7-8 خوندم، یعنی میخوام بهتون بگم رفتم تحقیق کردم، هم 3-6-9ش وجود داره، هم 4-7-8. نمیدونم اون 4-7-8 درسته یا 3-6-9. چیزی که میدونم من خودم 3-6-9شو ترجیح هم هست. چرا؟ چون راحت تر باسم انجام دادنش. اولا که تو 3 نفس تو 3 تا ضرب نفسمو پر کنم راحت تر تا اینکه تو 4 تا ضرب. یعنی چی؟ الان پر کردم، حالا باید 6 ثانیه نگه دارم. اون 6 ثانیه رو چیکار میکنم؟ سعی میکنم رو تپش قلبم 6 تا نگه دارم، به قلبم هم توجه کنم. خب 6 سر بعد خروجش رو شروع میکنم شمردن تو ذهنم. یعنی موقع خروج، حالا بذار از اولش بریم، یعنی تخلیه این افتاد، تخلیه میکنی، تخلیه نفست تو تا جایی که میتونی دیگه، هیچیگه نمونه دیگه، چی توش نمونه، چی کمه تو فشار میدی دیگه، نفسی نداری، خب هیچی نیست تا اینکه یعنی تو نه باید تخلیه کرده کامل باشی. اصلا وقتی که به نظرم خیلی آدم استرس داری، میدونی یه چیز بچه، وقتی این کار رو انجام میدی اصلا خیلی بدن آروم میشه. آره کلم هم فیزیکال خیلی مفیده. نداریم یعنی تموم شد برنامه، تموم نشده. مرسی. حالا من یه چیزی بگم،
بریم اول این ویدیو رو با هم ببینیم و برگردیم. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behavior is now set for the rest of their lives. And when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow. این ویدیو که دیدید خب خیلی آدم توی فکر فرو میبره واقعا. نگاه میکنی و میدونی اون همزاد پنداری که ای نکنه من تو اون شرایط باشم. خیلی ویدیوی خفنی بود. داستانش چی بود؟ اون حشرات، یه سری حشره رو ریخته بودن توی شیشه. اینا همونجوری بودن دیگه، بعد یه تایمی دیگه زاد و ولد کرده بودن و فلان. تو ژنتیکشون رفته بود، توی دی ان ای شون اون محدودیت رفته. وقتی اون شیشه رو برداشتن، اون حالا حشرات باز تو همون محدوده بودن. یعنی این اصلا این فکر بهشون خطور نمیکرد که اینا شاید بتونن پرواز کنن برن یه جای دیگه، چون پیمت بیشتر بپرن. یه سری چارچوب هایی به خاطر اون ژنتیکشون واسه شون ایجاد شده بود و محدودشون میکرد، که در صورتی که توی اجداد نیاکانشون نبوده. یعنی قابلیت اینو داره که 2 متر بپره. کک کک 2 متر میپره، حالا نمیدونم دقیقا، ولی خیلی بیشتر از انقدر میپره. من مورچه هست با میپره، جهنده است. آره، و ما هم همینیم. یعنی ما بر اساس ژنتیکمون، پدر مادرمون، و اصلا پدر مادرمون هم نباشه، انقدر دیگه ما تو این چارچوبا گیر کردیم. خیلی سالیان سال، هزاران ساله که ما تو این چارچوبا گیر کردیم که خروج ازش خیلی سخت شده. و با مدیتیشن چی میشه؟ تو اون وقتی صفر میشی، به اون حالت صفر میرسی، هویت تو فراموش میکنی، اون ژنتیکت میدونی کم کم یه خورده رهات میکنه، میشی یکی از اون ککا که میگه بذار ببینم دو ای دو 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 میپره، میره دنیا رو از خودش میچرخه، میبینه فقط اونقدر نیست. آره، و اون چارچوبای شما رو ور میداره و میدونی چیز بد صدای پرشش شخص دو دو همه خونه میگه دو 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 دو. این تو همین فازه، وقتی که یکیش بلندتر بپره صداش خب بیشتر میشه، دو 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 میره. آره واقعا، و این خیلی قشنگه، خیلی چیز جالبیه. مدیتیشن پس صفر میکنه، باعث میشه تمام اون قفلایی که به واسطه ژنتیک به ما انتقال داده شده بره. و چون مدیتیشن کردی، اول بس گفتیم مدیتیشن میکنی همه این چیزها رو سیو میکنی یه جا، برای اینکه از اون سیویات دیگران بتونی بهره بجویی. چون این سیوی که میشه مثل همین ویدیو یوتیوب میمونه. دیدی ما الان این ویدیو رو میدیم بالا، بمیریم هم این ویدیو بالا هست دیگه، بقیه هم میتونن نگاه کنن. آره، خب تجربه‌مون رو توی یک فضایی به اشتراک گذاشتیم. شما وقتی من پدرامیتو وقتی که میشینم مدیت میکنم، این تجربیاتم تو یک سطح آگاهی، تجربیات روحا که این کالبدو داره به همراه داره با هم دیگه دارن میرن. یعنی قسمتی از یک وحدت توی بادی من گیر افتاده که بیاد یه سری تجربیاتو ببینه. و وقتی من مدیتیشن میکنم، این تجربیاتو میفرستم تو اون آگاهی بالا، سطح بالاتر، چطور میتونم بهش دست پیدا کنم؟ اینکه مدیت کنم که بتونم اتصال برقرار بشه، کدو بفرستم. و فکر نکن این فقط یه طرف است، تو وقتی اینو میفرستی یه چیز دیگه وارد میشه. چطور باید یه چیزی رو بفرستی و یه چیزی بیاد؟ تنها اینکه به هیچ فکر نکنی. اینقدر راحته، اینقدر کار راحتیه که همه فکر میکنن غیر ممکن، در صورتی که راحت ترین کار و فوق العاده ترین کاریه که تو میتونی انجام بدی. یه چیز جالبی هم که هست، شما وقتی دارید مدیتیشن میکنید، مثلا خب با من هیچ ارتباطی نداری، من نمیدونم شما دارید مدیتیشن میکنید، ولی وقتی ما همزمان داریم با هم مدیتیشن میکنیم، ناخواسته به هم بس میشیم. رو به دور میخواهش میکنم، چون باید انجام بدی تا بفهمی. هرچی ما اینا رو هی نگین، این بابا واسه شرک نمیاد. به کسایی که دارن مدیتیشن میکنن و اکثرا هم ارتعاش بالایی دارن، بس میشید و تبادل ارتعاش و انرژی این صحبت ها دیگه باره. درسته. آرزو میکنم همه دست از تعصبات
خودشون بکشن، طرف بچه شیعه هیئتی به دنیا اومده، اصلا تو هیئت مثلا 6 ماهش بوده، خون یک گوسفند رو زدن به پیشونیش، هیئتی بچه هیئتی، گل مالیدن سرش. خود نه تنها خودش، باباش، جدش، همه اینا بودن و الانم تو اون تعصب گیر کرده. نه. وقتی که از این تعصب دست بکشه و ببینه بقیه دین‌ها، بقیه کسایی که به همون یکی برتره اعتقاد دارن، بره یه خورده سرچ کنه، متوجه میشه که آقا اصلا نیازی نیستش که یک شخصی مثل پدرامیتو بیاد حتی تو رو وصف کنه. میدونی چی میگم؟ یعنی نه یا باز منو بپرست، من دارم میگم آقا اگه میخوای اوکی بشی این کارو بکن، سعی کن به خود واقعیت، به خود برترت، که تنها لازمش اینه که بری تو طبیعت لخت باشی، یعنی به لختی طبیعت هم یعنی خیلی ها برهنگی و بد میدونم، ولی تو برهنه به دنیا میایی و کل طبیعت برهنه است، برهنه دنیا میری، چرا باید برهنگی چیز بدی باشه؟ برای اینکه بخوای برهنه باشی باید بری تو جنگل، یعنی بری تو دل طبیعت، مطمئنی اینجا آدمی زاد نیست دیگه. درخت بغل کنید، درخت بغل کنید، خیلی خوبه. کلا تو طبیعت یعنی هفته یه بار اگه راه داره و نزدیکتون جایی هست، حالا هر چقدر سریع زود به زود بشه بهتره، ولی خب نشد درختای توی خیابون دیگه. آره، ماهی یه بار شده توی طبیعت برید که یعنی از این چی سیگنالای وای فای و چه همه اینا دور بشه، رادیو تلویزیون فلان اینا، خودش کلی تاثیر منفی داره روی ذهن. یه چیزی هم خواستم بگم، یه خودم راجع به چاکراها صحبت کنیم دیگه. این همه از مدیتیشن گفتیم، چاکراها رو نخوایم بهش کافی، مثلا هیچی راجع به مدیتیشن نگفتیم. بفرمایید. راجع به دینا هرچی بیشتر داره میره جلوتر، من دارم یاد میگم امروز چه گروه، خب نه از اینا یعنی میخوام یاد شو بگم میرم اینجا دیگه. امروز گروه یکی بچه یه حرف خیلی قشنگ زد، برگشت گفتش که بس راجع به همین همیاری و تتلیتی بودن و فلان و این ساعت ها، یا گفت من میرم هر کی یه چیزی یاد میگیرم، فن هیچ کدوم نتونم نیستم، میگم اصلا خمینی یه چیز یاد میگیرم ولی کاری به کارش ندارم، و این خیلی قشنگ بود. خوشحال شدم چون منم استدلالم همین بود. خوشحالم که آره بیننده های ما، حالا نه طرفدار، بیننده های ما یه همچین آدم هایی دقیقا تمام دینایی که روی زمین وجود دارن خفنن، حتی هم اسلامش خود من قبولش ندارم، ولی نمازش رو تو نگاه میکنی، اون حرکتی که خب سجده میکنی اصلا خیلی فوق العاده است. یوگا ولی کامل تره. آره، ولی میخوام بگم اون زمان مثلا نمیتونستم این تو با یوگا کار کنم. خیلی سخت بود. نماز بخونید به خدا واسه میشید میرید بهشت. اصلا یه سری از حرکت های یوگا تو پاشو حرفه‌ایش یکی دو مدل همون. آره راجع به حرکات یوگا حالا این صحبت هم تموم کنم، بعد بریم اون حرکات یوگا رو چند تاشو یه خورده ببینیم. مثلا مسیحیت هم یه سری برید، یعنی خودتون محدود به دین نکنید، برید ببینید تو اسلام چه چیزای خوبی داره، اونا رو جدا کنید، یاد بگیرید، انجام بدید. برید تو مسیحیت ببینید چیا داره که تو اسلام نداره. خب مثلا همون دعایی که قبل قضا میکنن خیلی به نظر من قشنگ شو گذاری. خوب شد راجع به دعا کردی. من راجع به پرانا بگم، همین دوست عزیزی که ثروت من بود، ثروت رو بی خیال میشه، آقای محترم، خب آخه اونم یه خورده قدیس شد، یه خورده که کم نه زیاد، خب ولی واقعا یک انسان بود که رفت یه حرکتای خوبی زد. یکی از این داستانی که هست تو تمام ادیان میاد، بخشندگی، میگه آقا یک دهم از مال تو باید بدی بره. چرا یک دهم میگه؟ چون وقتی که تو یک دهم از مال تو بدی، ارتعاش ثروتت رو چه عددی وامیسته؟ تو 10 تا گردو داری، یه دونهشو میدی میره. نه. نه قسمت از درآمدت برات میمونه و تو رو عدد 9ی، و از اونجایی که انسان 9 ماه طول میکشه، 9 ماه و 9 روز، حالا یه خورده تلورانس داره ولی 9 ماهش قطعیه، 9 ماه تو بدن میمونه، این ارتعاش عدد فیبوناچی که توی اون گپنوشی که راجع به اعداد و 432 و 440 راجع به این موضوع صحبت کردیم، فکر کنم اینجا میاد، باید بری اونو ببینی تا بفهمی الان ما چی داریم میگیم. اینم هست. آره. نه یعنی یک دهم از مالتون رو بدید بره. راجب دعا داشتیم گفتیم، راجب دعا پرانا. آها پرانا، مرسی متشکرم. یک چیزی در هوا وجود داره به اسم پرانا که اونها معتقدند و منم حس کردم. پرانا ببینید، الان ما توی این تو همین جایی که هستیم میدونید که رطوبت داریم، مقدار اندکی رطوبت تو همه جا هست، تو بری تو دل کویرم ذره‌ای رطوبت پیدا می‌کنی. رطوبت هست، خب گرد و خاک هست که ما نمی‌بینیم، اکسیژن هست که ما نمی‌بینیم، وای فای هست الان اینجا که ما نمی‌بینیم،
حتی این میکروفونمون که الان با هم دیگه در تماس، رادیویی پرتواش هست تو هوا. یه چیزی هم هست تو هوا به اسم پرانا، که این پرانا ساخت دست بشر. مثلا الان این چیزی که این رادیویی که هست الان ما ایجادش کردیم، انسان به وجود اومده، یه چیزی که انسان توش دست برده، واسه همین آسیب میزنه. خیلی تو پرتوش باشی آسیب میبینی. پرانا یه چیزه، همچین چیزی ولی جهانی، یعنی تو میتونی ازش تغذیه کنی. واسه همین طرف رو میبینی توی هند، یارو واقعا 40 روز هیچی نخورده. بعد خارجی ها باورشون نمیشه، میارن مثلا ببینن واقعا کس میگه یا درست میگه، میان یارو رو تو اتاق میاندن با دوربین نگاه میکنن، میبینن نه واقعا هیچی نمیخوره. 40 روز چی؟ یارو اصلا مشکلی با نخوردن و آب نخوردن. من شنیدم مثلا هر 40 روز مثلا یه دونه خرما میخوره. آره، نه اینکه اصلا نباشه، ولی واقعا هیچی نیست در برابر آب نمیخوره. مثلا انسان طبیعی باید بعد 2-3 روز بیابی 4 روز بیابی. آره، همون چارچوباییه که مثلا میدونی این آدم اومده این چارچوبه، از این چارچوبه خارج شده. چون میان میگن که تو یه هفته غذا نخوری میمیری. آفرین. خب چی میشه اینجوری همش رو ذهنت که آقا من گشنه نمونم، همش دنبال غذایی. مثلا دیگه فراموش میکنی که برای چی اومدی. آفرین، همون چارچوبه. اینقدر ما برای خودمون، تازه مثلا این کوچیکتری نشه، مثلا لباس و ماشین و اینقدر واسه خودمون چارچوب درست کردیم که اصلا توی اون چیزی که خودمون ساختیم گیر کردیم. متاسفانه. و راجب این پرانا هم خیلی جای کار داره. حتی من توی این ویدیو نیست، یعنی بخوام راجبش صحبت کنم خودش یه ویدیوی طولانی میشه که دونه دونه باید بهتون چند تا چیز و سورس رو بگم. مثلا همین اعداد رو باید بری راجب اعداد فیبوناچی که ما توضیحاتش رو دادیم تو اون 440-432. توضیح کوچیکش رو بده که من قضا دعا میکنی. آها، آره، توضیح ریزش رو بدم. مرسی. آره. تو توضیح بده. مثلا وقتی که غذا آماده میشه، مثلا غذای محرم هست، اصلا چه مسلمونش چه مسیحیش، تو به هر کی این غذاهای محرم اون شیر کاکائوشو بدی حالش خوب میشه. اصلا خوشمزه است، اصلا یه چیزیه که واقعا خوشمزه است، اصلا خوردنش واقعا لذت میبری. آره، دلیلش هم پرانایی که میدونی کلی آدم دور و بر اون غذا جمع میشن، کلی انرژی میریزن توش، همون پرانایه هی جذب. آره. چیز میشه، جذب این پرانا، جذب هر چیزی میشه. فقط آخ مرسی که گفتی. جذب اجسام هم میشه پرانا، جذب بدن هم میشه این چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم. و فکر نکنید این چیزی که ما داریم میگیم حجم داره، مثلا یک مولکول اکسیژن یه حجمی رو اشغال کرده، اون اصلا فرای حجمه. میدونی چی میخوام بگم؟ مثلا وایفای که خب با گوشیت میدونی اون سیگنال داره میفرسته، تو با گوشیت اون دریافتش میکنی، دریافتش میکنیم ولی خودمون متوجهش نمیشه. اصلا نمیتونیم اندازه‌گیری که قابل اندازه‌گیریه با دستگاه قطعا. ولی میخوام بهت بگم اون قابل اندازه‌گیری نیست، هنوز انسان دستگاهی رو نتونسته بسازه که پرانا رو بتونه ردیابی کنه. آره. که اینجا چقدر هست، الان تو این جسم چقدر تمرکز جمع شده. این جورایی احساسی به نظرم شما فکر کنم قبول داشته باشین، همون غذای محرم خیلی مثال خوبیه ما درکش میکنم. واقعا من خودم دین ستیز بودم ولی غذاشو میخوردم گفتم واقعا این خیلی توش عشق واقعا مثلا فکر کنم یکی بهترین غذای دنیا همینجوری میریزه تو هم، مثلا همینجوری میذاره جلو، دیدی چیز خوبی نمیشه. ولی وقتی با عشق اون غذا رو درست میکنه اصلا یه چیز دیگه. پس همین مامانا خوب درست میکنن دیگه. آفرین. آره، بعضی مامانا چیش پرانا پرانا پر عشق. آره. آره. دیگه چی؟ همین راجع به یوگا و یه سری حرکات هست که مثلا تطلوی حرف قشنگ میزنه، مثلا همین حالت سجده ای که گفت تخته بار انرژی منفی، ولی سری درست از چرا دوباره میگه. خب حرف قشنگی هم زده. میخوای چند تاشو انجام بدیم؟ مثلا یکیش هست، خب داگ استایله. خب که ولی ما انسان ها ازش شما یه چیز بدی هست. بدی. خواهش میکنم برو اونجا داگ استایل رو داشته باشی. این که رفت. برو. مثلا این هرگه حال من قشنگ شده رو بخواهم انجام بدم. داگ استایل دیدی اینجوری کمرتون خم میشه. خب تو این حرکت بعد از شکل گربه میشین. نفس رو میگیری. میدید بیرون. یه دونه دیگه هست مثلا این حرکت اینا رو اصلا آقا اینا رو ولش کن، اینا رو توجه نکنید دوستان. اینا حالا اینو میتونی ببین، اینو ببین اینجوری ببین. ولی اون برنامه جدایی خواهد بود. به اندازه کافی هم فکر کنم توضیح دادیم دیگه دوستان، دیگه فهمیدن چیزایی که باید. خداحافظی میکنیم باهاتون، این ویدیو رو نگاه بکنید. مثلا بزنید توی اینترنت حرکات یوگا رو واسهتون میاره. ما خودمون بذار بود داریم ویدیو میگیریم. یوگا رو نگاه، یوگا یه نوع مدیتیشن اکتیو، یه جوری یه دونه پسیو داریم که میشینی هیچ کاری نمی‌کنی، یه دونه
اکتیو داریم. پسیو و اکتیو رو بذاریم یه موقع دیگه. بعدن یه پار دیگه میخوام چون یه سری صحبت دیگه دارم راجع به سکس و رابطه جنسی و این چیزا. خیلی مقوله بزرگ شد. تا همینجا چقدر شد؟ خیلی خوب. راجع به این و خوششانسیه که چرا مثلا کچلا خوششانس کار داره میخواد بره. کچلا خوششانسم توی اون صحبت کنیم. این ویدیو خیلی ویدیو خوبیه. آقا هرسان.